کابل به زودی بار دیگر میزبان گفتگوها میان اعضای شورای عالی صلح و نمایندگان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خواهد بود. اما شورای عالی صلح توافقنامه آماده شده میان هیئت گفتگو کننده دو طرف را نهایی می‌داند و در انتظار آمادگی هیئت این حزب برای امضا کردن این سند است. تفاهم‌نامه‌ای که بین شورای عالی صلح و بین حزب اسلامی برابری آقای حکمتیار ترتیب شده، او تفاهم‌نامه نهایی است. ای که دوستا فردا برمیگردن دیگه دیده شده که حرفی تازه دارن ندارن یا روان را ادامه میدن، میریم به طرف تطبیق عملیه. منتظر میباشیم که دوستا چی پیامی را با خود میداشته باشند. انتظارها این استند که گفتگو و صلح با هر گروهی که مخالفت مسلحانه دارد باید مشروط به حفظ دستاوردهای اخیر و امتیاز ندادن با آنان باشد. در هر نوع مذاکرات یک نوع امتیاز خواهی هم صورت میگیره و به خصوص اولین مسئله که مطرح میشد راجع به زندانیانی که این گروه مسلح دارن نزد دولت، گویا در ارتباط رهایی زو هم سوالای مطرح میشه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این نظر است که هر نوع گرفتاری در افغانستان مبتنی بر قانون باشه، پس اگر رهایی هم صورت میگیره در نتیجه یک برخورد عدلی صورت بگیره. شورای عالی صلح و هیئت حزب اسلامی پس از دو ماه گفتگو توافقنامه پیوستن این حزب را با حکومت نهایی ساختند، اما هیئت این حزب پس از رفتن به پاکستان، روشن شدن جدول زمانبندی برای بیرون شدن نیروهای خارجی، حضور نمایندگان حزب اسلامی در کمیسیون‌های انتخاباتی و سهم اعضای این حزب را در بخش‌های گوناگون دولت با عنوان پیش‌شرط‌های تازه معرفی کردند و این کار سبب تأخیر در امضای این سند میان دو طرف شد.